دادگاه پاریس طی حکمی که امروز در کاخ دادگستری فرانسه اعلام شد، شکایت یک مزدور خارجی آخوندها به نام آلن شوالیه راس علیه سایت ایران فوکوس را مردود شناخت و به تبرئه مدیریت این سایت رای داد. شعبه 17 دادگاه پاریس در حکم خود که در جلسه رسمی دادگاه قرائت کردید، مدیر ایران فوکوس را که به خاطر درج یک مقاله روشنگرانه با شکایت و دعاوی واهی عامل آخوندها مواجه شده بود، تبرئه کرد و در مورد وی قرار منع تعقیب صادر نمود. حکم دادگاه پاریس عوامل وزارت اطلاعات آخوندها شامل شوالیه راس، ابوالحسن بنی صدر و آن سینگلتون را که روز دوم اسفند در جلسه دادگاه به طرح دعاوی دروغ علیه مجاهدین و مقاومت ایران مبادرت کردند، به طور کامل رسوا و مفتضح کرد. حامیان مقاومت و ایرانیان آزاده که برای اطلاع از حکم دادگاه از ظهر امروز در مقابل دادگستری فرانسه اجتماع کرده بودند، در پی اعلام حکم دادگاه پاریس و شکست عوامل وزارت اطلاعات به شادی پرداختند. بنی صدر خائن که در جلسه دوم اسفند به عنوان تنها ایرانی حامی جاسوس اجنبی و عامل اطلاعات آخوندی به دادگاه آمده و با نفرت ایرانیان و فرانسویان روبرو شده بود، در روز صدور حکم جرأت حضور در دادگاه را پیدا نکرد. شوالیه راس عامل خارجی آخوندها که در جلسه اعلام حکم دادگاه حضور داشت، به شدت کوشید تا با مردم یا خبرنگاران مواجه نشود و بعد از شنیدن حکم شکست خود تلاش کرد که به طرز مخفیانه و عجولانه‌ای محل دادگستری را ترک کند. ایرانیان آزاده با استقبال از حکم دادگاه و با سردادن شعارهایی پیروزی مقاومت در برابر حکومت آخوندها و شکست بزرگ مافیای وزارت اطلاعات را جشن گرفتند. خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران درباره حکم شعبه 17 دادگاه پاریس گفت: رژیم آخوندی همه امکانات و مزدوران غیر ایرانی و ایرانی خود را به خدمت گرفته بود تا در این دادگاه پیروز شود و آن را دستاویز دروغ پردازی ها و اتهامات خود علیه مقاومت ایران قرار دهد. اما جریان دادگاه و حکم آن تلاش رذیلانه حکومت آخوندی برای سوء استفاده از دستگاه قضایی را با شکست مواجه کرد و یک ضربه سنگین دیگر به بسیج شیطانسازی و دروغ پردازی آخوندها علیه مقاومت ایران وارد آورد. خانم رجوی تاکید کرد در جریان رسیدگی قضایی به این پرونده، یک بار دیگر شبکه اروپایی و خارج کشور عوامل اطلاعات آخوندها رسوا شد و وابستگی مزدوران به وزارت اطلاعات برملا گردید. مزدورانی که پیش از این از سوی مقاومت ایران افشا شده بودند و رژیم آخوندی با صرف صدها میلیون دلار از سرمایه های مردم ایران به وسیله آنها کارزار شیطانسازی و سرکوبگرانه فاشیسم مذهبی علیه مقاومت عادلانه مردم ایران برای نیل به آزادی و دموکراسی را پیش می‌برد. را
رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت رسیدگی به این پرونده و حکم صادره ایجاب می کند که دولت‌های اروپایی بیش از این اجازه ندهند که مأموران گشتاپو ملایان با آزادی عمل کامل مأموریت‌های محوله از سوی وزارت اطلاعات را انجام دهند. طبق مصوبه صریح اتحادیه اروپا در آوریل سال 1997، عوامل دستگاه جاسوسی و تروریستی حکومت آخوندی باید از کشورهای اروپایی اخراج شوند و مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. دادگاه پاریس طی حکمی که امروز پنجشنبه 15 فروردین در کاخ دادگستری فرانسه اعلام شد، شکایت یک مزدور خارجی آخوندها به نام آلن شوالریاس علیه سایت ایران فوکوس را مردود شناخت و به تبرئه مدیریت این سایت رأی داد. شعبه 17 دادگاه پاریس در حکم خود که در جلسه رسمی دادگاه قرائت گردید، مدیر ایران فوکوس را که به خاطر درج یک مقاله روشنگرانه با شکایت